به طول سال، به طول قدر سال، کسایی که نماندن ما را، کسایی که بزرسته نماندن که اسلام پیش بره. من زیاد وقت تانا نمیگرم، امیدوار هستم که از این باد برای ما وقت داده شده که ما هم گپ خدا بزنیم. خدا حافظ ناصر شما، خدا حافظ. آقای پناهی عزیز گل، شما میفهمین که آقای پناهی یکی از شاعرای بسیار زبردست ما هستند. چی یک دیوان دارن، یک کتابشان به می زخامت چی اشعار معقول نوشته میکنن و یکی از فرنگی ما هستند. بفرمایید آقای پناه. معمولا وقتی که دیگه دوستا زنگ میزنن که اگه یک سوال دارن که میخواین مگه بزنم، اگه وا یک تشریح نیم ساعته بتن یا 10 دقیقه 5 دقیقه، ما او سوال از وا دیگه از پیش میره، چون تسلسل گفتار از وا تسلسل فکری ما را از دست میبره. اما یک چیزی که اهل حدیث میگه، ایست که میگه، کسایی که میخواین بسیار یک حجت دیگه از یک زاویه دیگه به حدیث بده، ایست که میگه برادر ما هر حدیث خواه قبول نداریم، هر حدیثی که با قرآن سر میخوره اونمو درست از دیگهشه قبول نداریم. ما اتو میگم، میگم اگر با قرآن سر میخوره، با فامیدی که اینمی با قرآن سر میخوره، دیگه حاجت نیست که او را نگاه کنی، خب قرآن هست، از روی قرآن هم او را قبول کن. چی حاجته که حال ما یک علم دیگه در اینجا به وجود بیاریم، علم تطابق حدیث با قرآن، و ار حدیث بکشیم خود این قرآن تو گفتش نه بازی را خواهی تو میتونیم بگویم با مشکل ما در ایست که ما در جهان اسلام جنجال برانگیخته میریم. چطور جنجال کم کنیم؟ اتو بسازیم، ما سمارق واره اتو میسازیمش. اینال ما مشکلات های خدا برازی که کم کنیم و برای مردم فهم قرآن آسان بسازیم. و شما گفتین که ما کسی کار نداریم که بیای با ما تشریح کنه، این حال مانایش است که ما باید خیلی سهل بسازیم. امیره اگر شما در زمان پیغمبر به یک کتاب مردم مسلمان بود، حال به ده ها هزار باید مسلمان باشه، به خاطر از اینکه باید به این کتاب سر بخوره، به این کتاب ما مخشوش میشیم. این حال از این خاطر است که ما کار نداریم به این گپه که مقبول معلوم میشه هر حدیثی که به قرآن سر میخوره. نه، اگه با قرآن سر میخوره خون در قرآن هست دیگه، حاجت سر خوردن نیست. یعنی دیگه ای که شده، یعنی از روی آیت قرآن عظیم میشن همو تا وقتی که تشریح زیادتر میشه. مثلا ما حدیث نداریم، ما حدیث نداریم، یا می رقمی که یا میگن منظور ما زیاد تنها یا نیست، دیگران میگن اتو نیست که آمده باشه که حدیث نمبر 242 در رابطه با اینی آیت پاک است برای تشریح ازی این از اینی نگاه ای کمک میکنه. به طور مثال ما باز امی حدیث را که آقای ستار سیرت استفاده میکرد، ای را امی حدیث را گفت به استنباط از اینی آیت قرآن. ما آمدم آیت قرآن هم نگفته بود، آمدم برش خواندم و گفتم سعی کنین این امی حدیث به این آیت حتی یک کلمه رابطه نداره، پس چطور میتونین که اینی حدیث در تشریح اینت یک آیت استفاده کنین؟ اگر شما حدیث با قرآن درست بفهمین، میفهمین که اینمی حدیث برای تشریح قرآن اصلا نیازمندی نداریم، به خاطر از اینکه بارها در قرآن پاک آیات آمده که ما قرآن به زبان عربی ساده به شما رایی کردم تا شما بخوانین و بفهمین. و چیز دیگه که ما با آقای پناه که شما گفتین یک شاعر بزرگ است و در فهم کلام ما حتما آسانتر برشان بهتر میفهمن، ایست که یا بگویم مشکلات ندارن، ایست که گفتن اول عربیش بخونه. ما به عربی اگر بریم که تا عربی یاد نداری، تا عربی نگویی مسلمان نیستی، که در قسمت ما میگن آقای وسیق عربیشان میگه او رام قبول ندارن، اما در قسمت ما میگن عربی. ما به عربی بر فهم قرآن نیاز ندارم. امروز هر کتابی که در دنیا هست ترجمهش به یک لسان دیگه در دنیا وجود داره، بناهن کتاب های فلسفه که با مراتب سفستکیت تر است ترجمه میشه. قرآن پاک ای بازم مسلمان ها قار میشن که والله بیادر تو توین میکنی با آیات قرآن است که ما قرآن به زبان عام فهم عربی رایی کردم تا شما بخوانین و بفهمین. نگفته که تاش ما ای را به اگلسان رایی کردیم که شما به هیچ وجه نفهمین، مگر ای که از فلان ملا و فلان ملا و فلان ملا شما اجازه فهمش بگیرین و تشریحش بخوانین. کلام خدا آمده به زبان عربی آمده، مگر ما و شما که عربی نمیفهمیم یا یاد نداریم، منای از این نمیته که ما از ترجمهش هم نمیفهمیم. ترجمهش هم با مسلمان گفتن همیشه نه، اما هر چیزی که آدم به خداوند نزدیک میسازه و ما هر چیزی که یک انسان انسان باشه، من فکر میکنم که امروز مسلمان هایی هستن در این دنیا که آن قدر
ترور و بدبختی و وحشت بله. انداختن همیشه و عربی هم میفهمن و عربی میفهمن اسامه هم عربی میفهمن آفرین آفرین گفتم خوار نشه خب اگر اشخندی نکده باشین چرا شما فکر کریم که در امی سالای 92 و 96 وقتی مملکت ما تکت کشد کی بود؟ کسایی بودن که قرآن شریف از در مابین الازهر رفته بودن در امیر رهبرای امروز ما کلش عربی هم داره بدبخترین بله. تاریخ افغانستان، ایران، پاکستان این امروز هست زیادترین مسلمان، زیادترین عذاب اسلامی، زیادترین تجارت اسلامی این امروز وجود داره شما اون خب معاجد به این نیست کل و باز تکرار کنم در امی خانه خدا نرفتن در کتاب در کتاب مسلمان ها در پروردگار که بر ما روان کرد در امی قسمتش نشته نکردن که ما ولادگه جنگ نمی کنیم بله در کردن. کابل آمدن میلیون راکت سر مردم زدن امی کعبه را دوبار اینمی مسلمان ها در منجنیق پراندن بله. اینمی کعبه را که امروز فکر میکنیم که اگر دکه بتین آسمان در زمین میخوره در زمان اینمی اما یا دوبار اینمی را منجنیق پراندن اینطور است که آقای و کلش عربی میفهمید بخاطر امی دین چرخ میتن بخاطر منفعت شخصی چوتی میکنن چوتی چوتی بخاطر منفعت خودی کار میکنن بله. مگر پروردگاری که در عالم است در دنیا در پروردگاری که در آسمان است و ما را میبینه و ناظر اعمال زشت و خوب و بد و همه ما است و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر ماست و قرآن عظیم شان این نظریات هر کس در مسئله دین در هر اثر اینه میاد من بر شما بگم اینمی پپسیز با خدا اینمی بله. میتونه که هر نام به یک آقا میتونه بگه ویسکی است حالا چطور میتونی شراب است بله یا شما را میتونن بگن که واین سفید است باش ما میره یک بویام کنم که نه 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 اینجا از این پپسیز آب یاد را این سند هم بوتل از مارم نشان بتن بله که یه چیز است کندین آب است جنجر است جنجر بله. به این اساس هر کس نظری خودم میگم منتها چیزی که بسیار مهم است که ما شما عقیده به خداوند داشته باشیم کار نکنیم که یک انسان متضرر شود از کار بد ما در خلاصه اسلام ایمان به خداوند بزرگ بله. پیروی از قرآن باور به پیغمبر و در زمین دست انسان ها را گرفتن است اگر شما دست انسان را نمیگیرین اگر زن از او را میپرین دختر از او را میگیرین خانه از او را خراب میکنین مردم را راکت میزنین بفهمین که اگر چه عربی میفهمین اگر چه خیال حدیث و سنت هستین گلبودی نه است تمام چیز دارم اما شما جز یک آدم کافر چیز دیگه نیستین بینیدی عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایین هلو تلویزیون تنها خواهش میکنم پخش کنین خدا که بر چی زنگ زدی وقت من رو زایی کردی بیرین دی عزیز بری خط هستین خواهش میکن بفرمایین عزیزم سلام مولیان قاسد هستم سلام به شما و آقای ایار سلام, سلام قاسد صاحب عزیز چی حال دارین من در شروع پروگرام هم از شما بسیار تشکر کردم او شعر مقبولی را که بر من پیام گذاشته بدین یک دنیا ممنون و سپاسگزار تا قاسد صاحب هم یکی از شاعرهای فوق‌العاده هستم که به میز آنن بر شما یک شعر میگن یعنی گوش کنید مقصد راجع به مویم نباشه حضرت بیدن صاحب بفرماید بله دیگه به عبارت چوکی گردد معنی دل روشن است به عبارت چوکی گردد معنی دل روشن است رمز این قرآن در تفسیر نتوان یافتن آفرین و یا دیگه جای میگه بیدن این قرآن که ما درس حضورش خوانده ایم متن آیاتش تغییر دارد و تفسیر چند بله ما مشکل بده ایست ما شما میشه سر حدیث پیشوای عالم اسلام می پیشید اینان شما اگر این بخاری را فکر کنید بعض کسان می گه 4000 حدیث یا بعض کسان می گه 63000 حدیث و خود حضرت بخاری 400 سال بعد از حضرت پیشوای عالم اسلام به وجود آمده تشکر و داخلی بیشتر می کنم که من حدیث که می گم به حدیث شاهد تیز می کنم اگر این 70000 حدیث بدیم در این وقت برای هر حدیث که 10000 نفر میشه 10000 شاهد میشه بله. آیا در این وقتی که خر و خنگل بود و محترم نبود و مشکلات حضرت بخاری جناب قربان شون این 10000 حدیث شاهد از کجا پیدا کرد و هم شاهد درست که ما از حدیث منکرم نمیشیم اما این حدیث که هر کسی که دلش بخواید
روز هم باز یک جمله عربی را دیانا بر اسلام شدید بادا ما قبول کرده نمیتانیم. آقای الان یک چیز دیگه که شما پیش تحدیث نگردید، یک تعداد لیمان علمای ما دمی تلویزیون هستن که تا آیت شریفه یکی شک قسم تفسیر میکنن، یکی شک قسم منا میتونن و نمیفهمن تمام مسلمان ها در چارایی ماندن. بیخیز شما چی کنیم؟ آیا این آیت شریفه که مولانا سید تاریف کرد اینا گفته یا اینا گفته؟ اتا آیت شریفه اینا و عبارات دیگره که به نفع خودشان باشد کاملا. رئیس سوال مشروبات یک جوان تشکر. تشکر قاسم صاحب عزیز گل، تشکر بسیار. من قاسم صاحب دوست دارم، یکی از بیننده بسیار ناز تلویزیون آریانا افغانستان هستن. بفرمایید. در قسمت سوال شاندیسه آخر ما درست نفهمیدم چی میخواستن، اما در قسمت از این که از خود به خاطر منفعت شخصی بله. خود آیات و احادیث آیا قرآن گفتی کارا میتونن بله فکر میکنم که همه تو بود که آیا از قرآن هم همه تو رقم حدیث یا میتونن بله. استفاده کنن کاملا، یا امی اصطلاح چوتی کردن باید استفاده کنیم، یا قرآن چوتی میکنن حدیث چوتی میکنن دورش میتن به مرقمی که قابل استفاده برای خودشان شوه و دور مندازن نعوذ بالله آیات قرآن که اگر به خودشان ضرر برسه، یا امی اهل حدیث مشکل دهیست که قرآن اکثرا یا نمیفهمن. برین دمی مازلم نان مازلم مریجز ما ده ایج یک تشریح کردیم و امی دو سه عالم اسلامی ما که تشریح میکردن که مثلا یک دختر مسلمان یک بچه غیر مسلمان یعنی جویش و کرسچن آروسی نمیتونه. ما آیات قرآن آوردم یا به اساس حدیث میگفتن نمیتونه، ما آیات قرآن پاک آوردم گفتم نه آقا غلط میگی، این آیات قرآن میتونه، بچه مسلمان هم میتونه که یک دختر کرسچن یا جویش بگیره. وان نیمه قبول داشتن ایره، اما این قسمت دوم حتی نمیفهمیدن. اما تو آقایون دیگه که دمی یک سال آیات قرآن، به طور مثال آقای ستار سیرت آیت قرآن که در مورد ارث است که با پدر و مادر چی میرسه نمیفهمیدن. برای ما گفتن تو از روی چی خواهی میگی ایره که برای پدر و مادر چطور ارث تقسیم شود؟ در قرآن پاک نیست، در حدیث باید مراجعه کنی. ما آمدم آیت برش خواندم گفتم آقای ستار سیرت ببخشین این در قرآن پاک است و نه تنها که یک آیت، چندین آیت و بسیار یک مشرعی گفته شده. اینال یا قرآن تشریح نمی کنن، قرآن احترام نمی کنن، یاد ندارن، در اساس حدیث رفتن، یعنی عملا این گپ را که می زنن درست شما نیست. در مورد آقای ستار سیرت که میگین، او آقای ستار سیرت خود دکتری دارن، اونا عربی را مثل کاملا چرا شما میگین بله. و نمی فهمن امی مشکل ما دیست، یا اینمی یک چیز در سر ما یافتن که چرا تو عربی، ما عربی نمی خواهیم یاد بگیرم و مجبور نیستم. آقای ستار سیرت برابر سن ما حداقل قرآن خوانده، آیات قرآن یاد ندارم. ما در برنامه هایم هسته برین در... چی میگه نمیره؟ خب ما آیات قرآن کشیدیم برشان در برنامه های ما اینه در دو مسئله. در مسئله ارث اینا گفتن برای پدر و مادر در قرآن پاک گفتن نشده که بر ازیا چی میرسه. اینا لخی پس ما به چی باید مراجعه کنیم؟ به حدیث. ما آمدم برشان کشیدم که اینی یک آیت، اینی دو آیت. بیجا گفته شده که اگر اولاد داره، اگر فوت میشه به پدر و مادر چی میرسه، اگر شوهر داره یا زن داره به پدر و مادر، یعنی در رقمهای مختلف هم میامده. اما اینایی که هم عربی میفهمن، هم پروفیسور هستن، هم وزیر عدلی افغانستان بودن، هم به ریاست جمهوری خود کاندید میکنن و بزرگترین مرجع علمای اسلام در اهل تسنن هستن، قرآن آیت قرآن نمیفهمن. ما نمیفهم اعتراض که بسیار مشکل است که ما گپ شما رو در مورد آقای ستار سیرت دمی قسمت قبول کنم، چرا که اونا نیستن که از خود دفاع کنن؟ نی با بینندام اونا رو هم صحبتایش نشنیده، ما کم شنیدیم چون مسئله لایت ندارم، اما در این مسئله باید با خودشان هم باشه که اونا برتان تشریح کنن، شاید تشریح مکمل نکنن. در این قسمت ما خوش شما هم یک تفاوت ما رو دیدین که ما سر هر کس که گپ میزنم یک کلپکش میمونم که اینی گپ زد، بعد از اون میایم کت قرآن مقایسهش میکنم. اینمی در برنامه ما است، در برنامه ماهای اول ما است. فکر میکنم که ستار سیرت و اسلام یا چیز است. ما امیر برای برنامه آینده شما
ما امی کلپ شمیتم، امی رفرنس شمیتم، امی منت شمیتم که اینا گفتن کلپ خودشانه که تم منتش و میمانم که اینی آیت قرآن ده اینجا شما میتونین آیت قرآن، ما همیشه میگم اینی سوره اینی آیت، شما امت قرآن پاک که میواز کنین پیش رویتان میایه بخونین و بعد از او ببینین که اونا چی گفته. یعنی ما هیچ چیزه بخاطر ازی که اگر ما ایره امروز امکان داره که مثلا یه قسمت ازمو فراموششان شده باشه، خب آدم خب به این خانه میگیره که یعنی کاملا ای همیشه وجود داره. مثلا شما اگر یک حافظه امی دیوان حافظه بخونین، یک شعر، یک مصرع فراموش، یک سیش فراموش کنین، اما این خانه نمیشه که من شما رو محکم بگیرم که شما نمیفهمید. شما یک گپ بسیار خوب زدین. مثلا هر کدام ما میتونیم که یک چیز را فراموش کنیم، هر چیز را میتونیم که غلط بگویم. ما دیروز هم همی شعر بدل خواندم که میگه هر چی خواهی از مقیمان در اقرار باش، هر چی خواهی از مقیمان در اقرار باش، کاذب قاهل به کذب خیش صادق می شود. اگر شما یک چیز را غلط گفتین، فراموشتان شده یک، اگر شما یک چیز را گفتین، منعیس یک عالم متبهر جهان اسلام در تلویزیون و ایر یک آدم دیگه میای شما را اسلام میکنه، شما برنامه های دیگه هم در مورد از آدم گپ میزنین، اول باید تو را بکشین که برادر گل اینمی آیته که ما گفته بودم اینجا نیست ولا بود. تشکر آقای شفیعیار. ما امیر میفهمیدم فراموشم شده بود یا ولایش فکرم نشده بود. ما می کارم میکنم که یک آدم میکنه، میگم اینمی را من مانایش نمیفهمیدم، تشکر گفتم. شاید پیش از اینا شما هیچ کدام قیمت نداشته باشه. کاملا ما میگم که یک آدمش از روی کوچه اومده. نه تو نه، خدا نکنه. شاید اینا فکر میکنن که شما با او صورت شاید باید مثل که خود آقای ستار سینیت نالج در اسلام داره شما ندارین. شاید به زیر نظر شما میم. ما گفته مردم در زیر نظر از یک پشه میم. مگرم ما ایران میفهم که یا از خودخواهیست یا ایست که از هر دلیل که هست که وا به یک آدم مثل ما ارزش نمیتن و اگه ببینن که این یک آدم به ارزش مثل ما که از این کجا آمده. نه ما از این خاطر میگم. اما سعیل کنین ما در یک سال چقدر دستاور دارم، یک انگفت از نفرها در امی جهت در حرکت شدن. اینال یا منعیس یک عالم متبهر اسلام وظیفه دارن که استاد شان تشریح بکنن. مثلا ما در یک موضوع اینا را در اینجا ناوردیم، در مسائل مختلف ما آوردیم نمونه شانه، کلپ شانه ماندیم از آقای دیگرهای شانه، اما یک بار یا نشده که بیاین بگوین آقای شفیعیار والا میگه پی که زدی نو بود به نظر ما، والا درسته میره ما توجه نکرده بودیم، تشکر. یا یک دفعه هم نامدن که بگوین سعی که آقای اینی یک گپ زدی غلطی، دیگه گپی، دیگه گپ. ما یک عالم متبهر از احترام نگفتم و رزی که بفهمانمت که من کلان هستم، حوصله دارم، مگه یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه بیا خیلی که ما بر تشریح کنم. این حال به او صورت ما حق دارم بگویم که یا معلومات ندارم. درست، مگر شما باید منتالتی افغانا رو باید بفهمین. به طور مثال من یک مثال برتون میگم، شاید که مثلا اونا فکر میکنن که هر قدر که دلت میخواید بگو دیگه ما هیچ اهمیت نمیدیم گفته. این من به یک مثال برتون میگم، شما باور میکنین که افغانا که دمی هر کجای که هستن تلویزیون های افغانی رو میبینن؟ بله. خب میفهمید. بله. مثلا وقتی که شما رو میبینن این چندین بار شده، یک دفعه هم نیست، صد بار شده. سجا جان سلام، خوب هستین؟ من دیشب رفته بودم دیروز صبح خانه فلان رفیقم، یک دفعه دیدم که بسیار مصروف بودن. چی هم هست که تو مصروف هستین؟ من میمانم. نه چه کم نزد ما ایت پروگرام میبین. ما هم باشتم نیم پروگرام تانه دیدم. در حالی که باز یک دقیقه بعد برای من میگه که مثلا دو برنامه تی نه تو گفتی؟ ندیده بودم. نه، ما افغانا عادت داریم که از بس که غرور داریم نمیگیم که آقای عیار ما برنامه تا نمیبینم، تشکر از اینکه روشنگری میکنین در قسمت اسلام، اوتر نمیگیم. بله. یک دانه برنامه تا ندیدم، اونم در یک خانه که رفته بودم تصادفاً و باز رفت موضوع گرفتن دیگه. بله. شایدم که امی نظر به می نمیفهم نامش غرور بارم یا چی بارم که اینا میگن که خب با آقای عیار هر روز در برنامه خود احادیث هم میگن غلط است و مرام میگن اون رو میگن، بهتر از امیست که خاموش باشیم. بله. اگر یک بریک برمون بتین یک دقیقه بریک میخواییم بگیریم. بله. نیلوفر جان امو اعلان آرزو را بان پلیز،
که آقای عیار یک بریک میگیرن. ما زیاد وقت نداریم، نیم ساعت دیگه وقت داریم. ما فقط یک دقیقه است به شما نیم، فقط اون دو دقیقه میشه. شما هستیم کسانی که تازه با ما با برنامه پیوستین. امروز در برنامه ما آقای شفیع عیار که یکی از برنامه سازا در تلویزیون زرین است با خود داریم. اینا سر مسائل اسلامی صحبت میکنن، چنانچه که در شروع پروگرام گفتم یک تعداد زیادی از هموطنهای ما بسیار زیاد شدید برخلافشان است، یک تعداد طرفدارشان است. رفتن یک بریک گرفتن تا که پس بیاین. ما از کسانی که برنامه را اسپانسر کردین، از خواهر عزیز نازنین، نازنین هم هستین، ما نازنین نازنین از اینجا یک دنیا و یک جهان از شیکاگو تشکر میکنم، از خواهر عزیز گلم جمیله جان رهین یک دنیا از ویرجینیا ممنون و سپاسگزارتان هستم، همچنان از برادر عزیز گل آقای امید جان از لندن تشکر میکنم، و همچنان یکی از هموطنای عزیز گل نازنین ما که از کانادا، مونتریال کانادا برنامه را اسپانسر کردن اما نام خود را نگفتن. قربان محبت هر کدام شما، ما بسیار ازتان سپاسگزار هستم که همواره که من یک صدایی که میمان میداشته باشم یا نمیداشته باشم، یک صدایی که من میکشم که برنامه را اسپانسر کنین، محبت میکنین، اسپانسر میکنین. قربان هر کدامتان، قربان محبتایتان هر کدامتان دوست دارم. I love you بیننده عزیز. باز هم سال 9392 شمسی به هر کدام شما نازنینا تبریک و تهنیت عرض می کنم. آرزوی صلح و صفای دائمی در افغانستان دارم و در بار خداوند دعا می کنم که خداوند این جنگا را استاد کنه و مملکت ما از این بربادی نجات پیدا کنه و شما یک سال آرام، یک سال که صحت داشته باشین، سلامت داشته باشین و یک سال پر از برکت برای هر کدامتان آرزو می کنم. آقای عیار پس آمدن، میریم به سراغ هموطنهای عزیز. ما فقط نیم ساعت دیگه وقت داریم. از شما تمنا دارم که اگر تشریح نکنین و سوالتان به صورت مختصر از آقای عیار پرسان کنین که اینا جواب بگوین. و از اتاق یک قال مقالی هم است در دروازه را اگر بسته کنین که یکی از دوستای آقای عیار بسیار صدایشان بلند است، مره یک ذره بله شروز بله. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم سر. سلام برادر عزیز، خواهش میکنم بفرمایین. از کجا زنگ میزنین؟ ما از لندن با همراه شما با صحبت بفرمایین. سوالتان از آقای عیار. ما از امی محترم یک سوال داشتم. چرا نه؟ که امی به حساب نماز، زکات و روزه را اینا در قرآن شریف گفته شده اما خداوند به او اشاره کرده، اما وقتی که بدون عزیز ایره چه قسم تو میتونی که تشریح کنی؟ گفته و اقیم و سلات، اما نگفته که سنت چه قسم، فرض چه قسم و دیگه از نگاه زکات که تو چه که باید زکات بدی به هر مالت. یکی و دوم دیگه امی خود علی آقای محترم به عزیز باور داره، حدیث محمد صلی الله علیه و سلم. و سه هم دیگه اینا میگن که دین اسلام دین قتل و کشتار است. بله من به اینا یک چند گفه میزنم شما دیگه در جنگ جهانی اول. اوکی برادر عزیز قند، شما سه سوال کردین، چون وقت نداریم جنگ جهانی اول کال بگوین، بسیار وقت هم میگیره. بیاین که سوالایتان آقای عیار جواب بگه. سوالی که نزدیک جنگ سوم جهانی است. نه بسیار نزدیک. بله. و جنگ سوم جهانی هم همگی شمرای با معتوم است. بله. بله. خب ما خونش ما یادداشت نکردم، این وظیفه شماست. بله اینجا ما باید یادداشت میکردم. یک سوالش این بود که اسلام که شما گفتین که یک دین قتل است. نه او را تشکیم راجع به ای گپ زدن که سوال کردن که اگر خودت حدیث قبول نداری چطور نماز میخوانی، چطور زکات میتی؟ بخاطر از اینکه یا که در قرآن تشریح نشده. نه منظورشان این بود که گفت در قرآن عظیم شان گفته شده که زکات یا نماز یا باز تشریح دادن نشده، تشریحش باید کاملا. یک کسی میگفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. امی منظور است که یعنی نماز آمده در قرآن بله. تشریحش نامده، چطور نماز میخوانی؟ یعنی یک مسئله واقعا مهم است. امی این سوال یک تعداد از علمای اسلامی تلویزیونای ما و شما از ملاها پر است. بله. اینا امیر از ما سوال کردن. یک بار نه که دو سه بار.
باز ما گفتم میرم و بر شما جواب میتم. آمدم به یک برنامه در یوتیوب دارم سر سر نماز یا صلاه، اینال ما بر شما میرد یک تشریح دیگه میکنم که دیگه بله درست. اینال باز نماز ما مسلمان ها قرآن پاک آیت است در قرآن پاک که ما دین شما را برای شما امروز کامل ساختم. ما ای را میخوانیم اما تمزه میتیم ما که دین ما یک دین کامله. باز مگر وقت دفعه دیگه میریم که نماز بخوانیم باز میگیم ولای چی رقم دین کامل است خیلی ما چطور نماز بخوانم که من نماز خود خوانده نمیتونم. باز این حال ما چی میگیم؟ میگیم خو خداوند منظورش است که من خود اگر کل چیزها را در قرآن تشریح نمیتونستم پیغمبر بر شما باقی گپا را میزنه. عملا به اساس قرآن تو نیست. ما مسلمان ها اتو فکر میکنیم که وقتی که راجع به نماز گفته شده تشریح میکردی خداوند پاک که چند رکعت بخوانیم، چندش بر شما بخوانیم که فرضه، چندش بر رسول کرام بخوانیم که سنت است، که نمی را مگه سعی کنین برای خدا یک نماز میخوانیم برای پیغمبر دیگه نماز. در قرآن پاک نماز سنتش وجود نداره، نماز فرض وجود داره. روز چهار بار نماز در قرآن پاک آمده. منتها مشکل ما مسلمان ها چیست؟ ما مسلمان های تو فکر میکنیم که ولا قرآن یک کمبود داره، خدا خو از ما گفت که نماز بخوان. خیلی ترتیبشه چرا نگفته؟ ترتیبشه خداوند بزرگ، اگر شما واقعا به بزرگی خداوند، به لایتنایی خداوند باور دارین و شما باور دارین به می آید در قرآن پاک که من دین شما را برای شما کامل کردم، بفهمین که در قرآن پاک هر چیز را که خداوند پاک از ما و شما ضرورت داره او را نگفته. اینال یک سلسله چیزهای دیگه است که ما میخواییم که ایران باید کنیم، میتونیم کنیم، اما ما اینمی را به نام قرآن پاک یا به نام خداوند میخواییم کنیم. مثلا وضو به یک طریق خاص در قرآن پاک آمده، ما و شما یک سلسله چیزهای دیگه در او زیاد میکنیم. یا مثلا نماز چند رکات میخوانیم، ما امیر تشریح کردم از دید قرآن. نماز خواندن در قرآن آمده اونمو کفایت میکنه، خداوند گفته ات نماز بخوان. اتم استاد میشی نماز میخوانی، در وقت نمازت گریه میکنی، دستت اتر میگیری، دست سرشانایت میگیری، و چنانچه عملا هم شما اتا نگوین که شفیع یارتو میگه، عملا در جهان اسلام اینم امروز در نماز که فکر میکنیم که پیغمبر ما تمام زندگی دوران پیغمبری نماز خوانده، ما امین نماز خو باید میفهمیدیم، سر حدیث دعوا داریم، حدیث خو یک دفعه گفته یا دو دفعه، نماز روز پنج دفعه نظر به گپ شما پیغمبر میخوانده. چرا امیر کل ما عین رقم نماز نمیخوانیم؟ یکی دسواز، یکی یتو، یکی پای خود آواز میگیره، یکی یک رقم. چرا؟ به خاطر از اینکه یه مردم انتخاب کرده که چطور نماز بخوانیم. چند رکات صبح میخوانی؟ یک آدم شاید دینه میفهمیده گفته بیا والا این نماز خود اینه تو میخوانم. یکی دیگه گفته نه، ما برای پیغمبر نمیخوانم و سنته، ما برای خداوند میخوانم فرضه، چنانچه اهل تشیع تنها میره فرض میخوانه. یکی دیگه چهار دفعه یا پنج دفعه، هرچ چهار دفعه در قرآن پاک روزانه نماز گفته شده، یک نماز در مسجد گفته شده که ضرور است کنیم نماز جمعه است، رکعتش گفته نشده، مانای چیز که ضرور نیست، این رکعت خودت جور کردی که در رکعت چهار رکعت اینا. بنان نماز یک عبادت است، شما میتونین برای خداوندتان به مو طریقه که شما را اقناع میکنه نماز بخوانین. اینال این نمازی که ما میخوانیم مثل یک یونیفرم است، ما میخوایم مردم جهان بگوییم که ما مسلمان ها باید که دیگه هستیم، ما زور داریم، سایکو اینتو نماز میخوانیم، سایکو اینتو باید که دیگه استاد هستیم. نماز اونمو قدره که در قرآن پاک برات گفته شده بس است، از او زیادشه که تو برات جور کردی او را کمبود قرآن نبی، کمبود خداوند نبی و پشت پیغمبر نده که برای تو را تشریح کنه. آقای ایار یک نفر دوست داره که 24 ساعت عبادت کنه، دیگه این عبادت کردن بین خود یک انسان و پروردگار است، مگر چیزی که در قرآن شریف است و چیزی که در شریعت است کفایت میکنه. اونمو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته. بله. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم سجاد جان، سلام خدا خدمت شما و سلام برادر. تقدیم میکنم. ما شما همی بود که اینا پیشتر فرمودن که در قرآن عظیم شان جواز یک دختر مسلمان با یک بچه کریستین یا اهل مذهب دیگه ایران باشه جواز داره. یعنی میتونن همینا از قرآن عظیم شان بسیار معلومات دارن. همین آیت برای ما همینجا بخونن و بگن که کدام شماره آیت است که ما امور ببینیم
اینا از قرآن عظیم شان به چی گونه بیان میکنن؟ تشکر. سوال شما ایست که در قرآن عظیم شان گفته نشده که یک دختر مسلمان باید با یک پسر اهل کتاب ازدواج کنه. همین سوالتان است. اهل کتاب در این زمانی فعلی که اینا دعوای امیر میکنن مثلا که ما شما باید عیار باشیم و تمام نمرات زندگی و جامعه فعلی، اگه این جواز اینا میتن این یک گمراهی برای طبقه جوان دخترای مسلمان است که همین فعلا ما دیده رویستیم که در شهر ما برای یک سال مثلا سیغه میشن دخترها با بچه کریسچن یا با دکار دیگه سر. در اینجا خو سیغه نیست دیگه، برادر خونه جور میان با گرلفرند بای فرند میشن، بازارسی میکنن، با جدا میشن. مگر ما باشین، ما یک چیز برای شما بگویم. ما دمی امارات که زندگی میکنیم یک دو فامیل جهود است. میفهمید که جهودا هیچ کس را، نه دخترش با پسر دیگه اهل کتاب، نه مسلمان نه کریسچن آرسی میکنه، نه پسرش آرسی میکنه. و اگه آرسی هم کند، مثلا پسر اگه عاشق از دختر کریسچن شد یا دختر مسلمان شد، مادر پدر همی چیزی که دمی قدرت کس این دو نفر جدا میکنن. به هیچ صورت آقای عیار جهودا نمیمان. به خاطر است که اینا بسیار زیاد همی پاپولیشنشان نفوسشان بسیار زیاد کم است، به خاطر که نمیخواین که با دیگر ها ازدواج کنن. اینال شما که سجست میکنین یا شما گفتین که یک دختر مسلمان میتونه با پسر اهل کتاب، اینا میگن که در قرآن عظیم شان است. اگر نیست، خواهی شما ایره از کجا گرفتین؟ تشکر بینندی عزیز گل، بفرمایید. آقای محترم، اولی که اگر ما امی دخترای افغان که در اروپا و امریکا هست یارا بگویم هم که ووش کنین که جز مسلمان کسی را نگیرین، فکر میکنین که یا با گفت ما میکنه یا با گفت ستار سیرت یا با گفت شما. یک کلان مشکلی که امروز در جوامع در جامعه افغانی ما در اروپا و امریکا است که دخترایی که جا کلان میشه یا دف یک فرهنگ و کلچر دیگه کلان میشه. اگر ما بخوایم که می دختر ما غیر از یک بچه مسلمان که شاید در روز بعد وام طلاقش کنه یا یک زندگی بسیار کثیف و خرابته یا شاید هم یک زندگی بسیار خوب، اگر ما بخوایم که تنها یک مسلمان رو بگیره، باور کنیم من چی میکنم؟ امیر دستش هم میگیرم میرم افغانستان، اموج مسجد دوج است، آذان صبحانه و چاشتانه اموج است، امو زندگی امو لایف استایل ما برای خود انتخاب میکنم. اگر شما در لندن شتین دخترکتان مکتب میره، اونا به گفته ملایک از افغانستان امروز گپ میزنه، یک دختر و یک بچه باید یک صنف نشینه، نظر به او خودت کافر میشی. مگر ما میره میگم برای شما، مگر میگن که اینا سوالشان هم تو دایرکت جواب بتین ام که میگن در کدام سه آیت قرآن نشسته که دختر مسلمان اهل کتاب. ما ته دو کار میکنم. چند دقیقه برنامه ما مونده؟ یک یک 20 دقیقه مونده. ما یک کار میکنم که دمی جریانه که ما شما دیگه تلفونا را جواب میتیم، ما از اتاق کنترل میخوایم که همی کلپ از چین بگیرن و ما بر شما همی آیت از چی میگم، چون از همی قرآن پاک همی آیت بر شما میگم نمریشه. و هفته دیگه برنامه ما اگر از طریق تلویزیون آریانا شروع شد، ما همی برنامه خود که مازلم نان مازلم مرجست، همی اولین برنامه ما بر شما توفه میتم که همی تشریح از ایرام شما ببینین. در قرآن پاک گفته شده که یک دختر اهل کتاب مسلمان میتونه با پسر اهل کتاب عروسی کنه به شرطی که معشوقه و زنا نباشه. ایره ما برای شما آیت قرآن پاک میتم. امید خم از تاق کنترل که دوستایم دو جسم از شان خواهش میکنم شما فقط یک ده دقیقه بعد امید جوابتانه میگیرین، ولی در قرآن پاک وجود داره. ما میتونیم کدام امیر ما میخواییم بفهم که در کدام آیت قرآن بسیار خوب است. بسیار خوبه. ما کنترلم نیست. امی دوستای ما که نعمت جان پیدا کنید. اگه باشه که خیمه یک شما بینندی عزیز صبر کنید که ما آقای شفیع عیار مایه شما در تلویزیون میبینین در یک ده دقیقه دیگه امیر میمانیم و برنامه را ما هفته دیگه ساعت ده صبح در زمین تلویزیون آریانا بر شما میمانیم. بخیر برنامه تان شروع میشه یا نمیشه؟ ما علاقه دارم دوستایی که سپانسر میشه یا برای یک مدت زمان از ما میخواستن و ما این کار خوش دارم که شوه و امروز شاید ما این را به درستی بفهم و ما برای شما اطلاع میتونم. امیر باید بفهمیم که بیننده ما متعقن شوه که چی وقت است. آقای عیار از برنامه شان مازلم نان مازلم مریج شفیع عیار، امی قسمت های از وسط به طرف آخر برین
که دمی برنامه آقای که از نروژ است و آقای صفی الله‌یا میگفت که یک دختر مسلمان بچه چی را گرفته، ما آمدم امی آیت از قرآن کشیدم. اگر میره تانستین امی نمره آیت شو بگوین و امی لینک از ایره لینک نه برازیام میمون مشکل است نه خیامتو میکنیم. ما شما هموطنم برین د مسلم نان مسلم مریج د یوتیوب برنامه من نان مسلم مریج با شفیع یار امی برنامه را ببینین. این یک برنامه به نهایت مهم و بخصوص برای شما که در امریکا و اروپا و جای زندگی میکنین، ولی ایره که دیدین. اما عملا یک چیزی که ما همیشه میگم، یکی معقولیت منطقی است، یکی معقولیت عملی. معقولیت منطقی است که 2 + 2 = 4 چار. اگر نیست 4 مانایشی است که یا بگویم 2 - 2 باید پس 2 شود. اینی معقولیت منطقی است. اگر نشد مانایشی است که اینمی معادله غلط است، معقولیت منطقی وجود نداره. یکی معقولیت عملی است که امی 2 + 2 = 4 است، اما در اینمی شرایط فعلی اینمی 4 در اینجا درست میایه یا نمیایه. مثلا در قرآن پاک عطا اگه ای گفتام نشده باشه که شده، امی خودت اولاد اگه در امریکا یا اروپا ایجا کلان میکنی باور کن، یا باید یک زندان کلانش کنی در یک اتاقک بشانیش که بیرون نره، یا ایست که او دخترکت مثل خودت که یک دخترک امی دلت میرفت و هم که کلان شد یک بچه ها که دوجه میبینه، یک بچه ها که دوجه میبینه، شاید بچه هم یک بچه ها که مسلمان باشه، شاید یک بچه ها که یهود یا یک هندو باشه، و چنانچه عملا امید در جامعه ما است. مگر آقای عیار، من خودم یک دختر جوان دارم و من یک زن متعصب نیستم، یک تعصب ندارم، مگر من هیچ وقت آرزو ندارم. من میخوایم که دختر من با یک پسر مسلمان آرسی کنه بچی مانا، که وقتی که خانهشان اولاد میشه و بچه نگویه که من میخوایم کریسچن باشه، دختر من بگه من میخوایم مسلمان. بسیار تفاوت هاییست که او رو مد نظر یک دختر مسلمان گرفته، بعد از او که میخوای که یک بچه کریسچن آرسی کنی بسیار مشکلات ها پسان خلق میشه. من خودم شخصا به هیچ عنوان نمیخوام که دختر من را یک بچه. اما کنترل شما یک چیز دیگه است. من کنترل سر دخترم ندارم که دخترم سر یک بچه کریسچن عاشق شد و بیا پیشنی مستا چه و بگه که مادر من نمی رارسی میکنم آق میکنه نه من آقش نمیکنم. این نمی مقولیت عملیست. مگر من برش میگم همیشه در گوش گفتیم که گفتم ایرمش به همیشه برش میگم که من دوست دارم که امروی یک بچه مسلمان آرسی کنی که در وقتی که نکاح میشی که امو پرده را که مندازیم کردین تا قرآن شریف هم بواسین و این همو صف شوین این یرفا من این خواهش آرزوی مثل اونام میکنم. در زم داماد که خانم میه که وقتی بگه یک سلام مادر جان شاید زیاد خوشتان به امو ها یا انصد که به امو های سجیه. اگر داماد تن کریسچن باشه وقتی که به خانه بیه میگه های سجیه، نمیگه که بله. سلام مادر جان. همو احترامی که داریم، همو محبتی که داریم، او کلچر غنی که داریم، او چیز یک کریسچن نداره. من خودم شخصا خواست ما و شما هم یه است از کل ما عملا میشه عملا نشده او رو که بله. کنترل در این ممالک نیست، یعنی کشتن نمیتونیم اولاد خدا. نه کس سر کس نه آقای عیار، مثلا اگر دختر یک نفر میره که با یک بچه اهل کتاب کریسچن یا جهود خونه میگیریش همراه بله. اگر از اون نگاه سیف هست نه باید کشتن و زدن و این گفت بله. باید نباشن، برای اینکه چیزا بسیار عتیقه شده در این مملکت که آدم آمد اولاد آدم به دو فرهنگ پیدا میکنه. دختر در مابین خانه بسیار پیور افغان است، بیرو که برامت افغان نیست، بیرو امریکایی است، طرز تفکرش همه چیزش فرق میکنه، کلان میشه بله. بیننده عزیز برای خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. سجاد جان سلام به شما و مهمان محترم شما آقای شفیع عیار. آقای عیار عرض سلام تقدیم میکنم، صحبت های شما را کاملا شنیدم، موضوع بحث خوبی بود. شما میشه محور اصلی خود معرفی کنین؟ من اختری هستم از آلمان صحبت میکنم. آقای اختری چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایید. میگه بکوشید تا آدم شوید، بعد از آدمیت مسلمان شوید. یک مرحله است که آدم باید انسان بودن بپذیره، وقتی که انسان شوان. بودن آدم میپذیره در اینجا تحمل پذیری است، یک دیگر روشنگری، یک دیگر باید احترام کرد، نه ای که برای یک دیگر تاخت و تاز کرد که تو چرا این طرح است و این طرح، در حالی که خداوند با قرآن عظیم شانه وقتی که ما پذیرفتیم به نیست اسلام به نام دین است، هر دین بر خود کتابی دارد. مثلا الیوم اکملت لکم دینکم،
نسخه کتاب قبلی را همی کتاب تکمیل کرده و یک دین شد نزد خدا که او دین مرا میشه این دین این دلایل اسلام پیش خود پیش همه دینا یک دین شد همی چهار سه کتاب قبلی هم به نام یک دین محاسبه میشه که آقای عیادم امیر یاد کرد. حال ما این کتابی که داریم به نام قرآن این به نام قانون اساسی هم گفته میشه حتی در زمان فرعون به نام دین یاد شده و این از خود نظاماتی داره که او خدا قرآن باید رابطه خود انسان با خدا عبارت از تقویش است و تقوی عبارت از چیز خواندن قرآن عظیم شان است. این نیست که ما از تنبلی های ما این ملاها رشد کردن و یک منام متوالیان دین یاد میشه یا کلن از تنبلی ماست. این پیشتر شما اون ملاها را که ما صحبت کرده زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در 13 هجری هجرت میکنن از زادگاه خود به طرف یثرب اینجا برشان آیات نازل میشه و آشورو انهو بالمعروف میگه آنچه که رواج است اونا را باید در اونجا عمل بکنی. ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به امرای قوم یهود آقای بسیار معذرت میخوایم شما ما وقت نداریم. بسیار لطف کردین مهربانی کردین اگر کدام سوال زیاد تشکر را داشته باشین برای زی که ما بسیار گفتم کوتاه صحبت کنین. در مورد از این مورد که ما باید دین قلاده نسازیم ما دین تقلید نکنیم ما خود ما چنگ بزنیم بر آیات تشکر. قرآن از خود ما آیات تشکر. قرآن بریم همین دست ملای و متوالیان دین از افغانستان کوتاه بسازیم این همین سوال داشتیم. بسیار تشکر را متن ازم زیاد تشکر میکنم آقای اختری گل مهربانی کردین. من یک سوال میکنم از شما آقای عیار که امی 1392 به می حساب که ملاها در افغانستان میگن که هر چیزی که در روز سال نو شوه حرام است و این حرام است سال نو حرام پس چرا 1392 هجری میگن؟ بله هجری از هجرت پیغمبر گرفته شده یعنی؟ بله بله یا او را حرام نمیگن یا امی که ما در ممالک خود یک چیز نقطه بسیار مهم است که باید بگویم ما از خود یک فرهنگ و کلچر و انعنات داشتیم. وقتی که اسلام آمد آمدن اسلام تنها چیزایی را که ضد قرآن باشه از بین میبره اما یا هر چیز را باید میشستن از بین میبردن. اینال مردم منطقه‌های مختلف که یک سال نو داشتن یا مجبور بودن که را به یک رقم از گیری ملاهای کور فکر نگاه کنن افس کنن یا چی کردن کمی سال نو یک رنگ دینی دادن دین اسلامی مثلا شما میبینین که جنده سخی در مزار شریف بالا میشه سال نو ما چندین هزار سال پیش از ظهور اسلام است یعنی بج... نامش چی گفتید جنده سخی میگن بیرق جنده جنده اینا جنده میگن جنده یا جنده اما اصلا بیرق است این حال بیرق پرچم نام بیرق نامشان نموندن امتو مروج بوده یعنی شما مرا دایی مگر گرفته نمیتن برازی شما یک چیز دیگه گفتین برسیرت بفرمایید آه نه شما کلمه ایرانی شه فکر کنم دیدین نه جنده میگفتن در افغانستان بله. جنده میگفتن برازی که اگر جنده را دیگه رقم بگویم آه نه بله در کشور ایران این کلمه به یک معنای زشت چی میکنه و او در قسمت ازی صدق نمیکنه شاید یک کسی که ایرانی سر از ایگه زیادتر خنده کنه اما نه ما با عیس کلمه بیرقی را میبینیم این حال از خاطر که مردم سال نو خود نگهداری کنن مجبور بودن که به یک رنگ دینی بته و یک بیرق به نام بیرق سخی بالا میکنن تا که یک ملا را یک دلیل بته که ملا صاحب خیر حال اینمی را مدقل از به میلیاز قرآن اجازه بته یا می سال نو ماست خوینه یا یامیرا اسلامی ساختیم برو دیگه یا اسلامی مردم میای زیارت میکنه مردم چی میکنه مردم اینا نماز میخونه ثواب میشه تا کی یار مغزای کورشان متقاعد بسازه که خیر اجازه بده سال نو اینال دیگرایش اومده که نه ده ای با اسلام رابطه نداره مالدار رابطه نداره پیش از اسلام بوده چندین هزار سال پیش از اسلام بوده نه مگر چیزی که برای خوشی باشه چیزی که برای خوشحالی باشه امیر در سال نو کارهایی که میشه مثل سمنک و پخته کردن و سبزی چلو پخته کردن و میفت میوه انداختن و بیرون رفتن و خوشحال بودن اینا خب کار نیست که زده است بله به او خاطر من بسیار زیاد تعجب میکنم که ملا همچی صحبت رو میکنم چند دقیقه وقت داریم نیلوفر جان یک دقیقه اگر من به یادت نمیاوردم هیچ یادت نبودم خب بیننده عزیز نازنین بسیار زیاد ما معذرت میخوایم چون یک دقیقه دیگه وقت داریم
یقینا که شما برنامه امروز بسیار شاید لذت برده باشین با آقای عیار. باز هم از اسپانسرهای پروگرام امروز نازنین جان عزیز یک دنیا از شیکاگو تشکر میکنم، از جمیله جان رهین، نازنین گل از ویرجینیا، از برادر عزیز امید جان قند از لندن و برادر بینام که گل و نفس و عزیز هستین از مونتریال یک دنیا تشکر میکنم. کسانی که زنگ زدین بسیار سوالات معقول کردین، آرزو دارم امید دارم که آقای شفیع عیار تانسته باشه که قناعت شما را حاصل کرده باشه، جوابای شما را داده باشه. بیننده ما بسیار شخصیت‌های بسیار بزرگ امروز در مابین برنامه ما زنگ زدن، اشخاصی هستن که بسیار فهمیده و دانشمند هستن. ما بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه آمدین با بسیار محبت و مهربانی با عفت کلام سوالایتان مطرح کردین. آقای عیار از شما بسیار زیاد تشکر میکنم، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین. انشالله که برنامه‌ایتان شروع شوه، روشنگریتان شروع شوه، یک چی میشه، یک فوتبال میشه بین شما داخل یک برنامه‌ای دیگه اسلامی، یک ساید دیگه میباشه. حالا یا هر چی که میگن یک جاده یک طرفه جور شده. امیرم میگم که حتی اگه ما اشتباه کنم داخل زمینه ازی با وجود میاد که مردمای هوشیارتر با معلوماتر از ما در این میدان بیان و ما و شما بتانیم دین خود از این کثافت هایی که اینا جور کردن پاک کنیم، قتل و کشتار بس کنیم. و باید داشته باشه 19 اپریل به خاطر کسایی که در افغانستان امروز کشته شده میرن. استاد چند پیش یک سفارت پاکستان پیش یک کنسولگریش ساینایتان رو بگیرین، از طریق فیسبوک کتم رابطه بگیرین، پپ افغانز ایمیل مذر طریقی که میتونین و به خاطر افغانستان میکنی، به خاطر ما نیست. روز شما بخیر، اگر در جایستین که شب و شبتان بخیر. یک دنیا از آقای عیار تشکر میکنم، از اتاق کنترل، از نعمت عزیز، نعمت جان یک دنیا تشکر، I love you، از نیلوفر گل نازنین یک دنیا، از این پپسی ای کرد یک دنیا، ممنون سپاسگزارت. بیننده عزیزی که برای خط آمدین ازتون یک دنیا تشکر میکنم، کسانی که پشت سر خط موندین ازتون معذرت میخوایم. پروگرام ما در اینجا به پایان میرسه، تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانه‌های شما میباشم، هر کدام شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. روز روزگار خوش، خداوند یار و مددگارشان، مددگارتان، خداحافظ. خداحافظ. چنگیز، تو چه آدمی بودی ما نمیدونستی؟ من این کارو نمیتونم بچم. میخوام به آیسان پیشنهاد ازدواج بدم. آیسان، با من ازدواج میکنی؟ بله. فقط کسایی که دوستشون داری بهت خیانت میکنی. به من پیشنهاد ازدواج داد. تو چه جوابی داری؟ رد کرد. متهمو بنشونید. اسم من ایزله. داستان عامر از اینجا تموم میشه و داستان من شروع میشه. چه شبی بشه؟ آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.